سلام و درود به شما هم میهنان عزیز، به شما هموطنان دلیر و آزاده در هر نقطه از جهان که هستید. برنامه امروز ما اختصاص داره به 53 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و وقایع تاریخی پس از اون. سازمانی که با الهام از حوادث سالهای 1342 به بعد و با جدایی از جریان نهضت آزادی و جبهه ملی توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیکبین رودسری در 15 شهریور ماه 1344 متولد شد و پاسخ تاریخی پیشرفت‌های همه جانبه مردم رو در نبرد مسلحانه و جنگ و گریزهای چریکی یافت تا به این شکل حکومت شاهنشاهی پهلوی رو سرنگون کرده و آزادی، برابری و عدالت رو برای ایرانیان به ارمغان بیاره. این سازمان پس از شکلگیری، عضوگیری و پیوستن افراد شاخصی چون علی اصغر بدیزادگان در سال 1345 ابتدا به تدوین مبارزه مسلحانه پرداخته و سپس به اقدام مسلحانه علیه سلسله پهلوی و منافع آمریکا در ایران پرداخت. بمب‌گذاری در جشنهای 2500 ساله و ترور تعدادی از مستشاران نظامی آمریکا در ایران از جمله مواردی است که در کارنامه این سازمان قرار دارد. نیروهای امنیتی ایران در شهریور سال 1150 ضربه سنگینی بر سازمان وارد کرده و همه بنیانگذاران و افراد شاخص سازمان رو دستگیر کرده و روانه زندان نمودند. شخصیت‌های مهم و فعال سازمان در سال 1351 اعدام شدند. اما مسعود رجوی به واسطه همکاری با ساواک و گزارشاتی که سالها بعد توسط رئیس ساواک فاش گردید با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. در بیرون از زندان و در سال 1354 عده‌ای به رهبری تقی شهرام و بهرام آرام اقدام به ترور اعضای مذهبی سازمان از جمله مجید شریف واقفی کردند و همچنین اعلام تغییر ایدئولوژی سازمان رو برای همگان فاش ساختند. از اواخر سال 1357 به بعد که همه اعضای سازمان از زندان آزاد شدند، لبه تیز حملات سازمان روی مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بود. در جریان اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 شرکت فعال داشتند و خواستار محاکمه و اعدام دیپلمات‌های آمریکایی بودند. رویای سازمان که پس از انقلاب 1357 توسط مسعود رجوی هدایت می شد محقق نگردید و به همین دلیل از 30 خرداد سال 1360 وارد فاز نظامی و جنگ مسلحانه با حکومت ایران شدند و موج گسترده ای از ترورها، بمبگذاری ها و عملیات های انتحاری محصول چنین سالهایی از عملکرد سازمان مجاهدین خلق بود. با فرار مسعود رجوی از تهران به فرانسه، اعضای بازمانده سازمان که در حال جنگ مسلحانه در شهرهای ایران بودند به عراق منتقل شدند و در کنار نیروهای عراقی که در حال جنگ با ایران بودند به عملیات و جنگ مسلحانه با هموطنان خود پرداختند. سال 1365 مسعود رجوی مابقی افراد سازمان را از فرانسه و سایر کشورها به عراق انتقال داد و خود به دیدار صدام حسین شتافت. در سال 1366 به تأسیس ارتش موسوم به ارتش آزادی بخش پرداخت و عملیات‌های کلاسیک از جمله آفتاب، چلچراغ و فروغ رو طراحی و عملی نمود و تا سال 1382 که صدام حسین توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سرنگون گردید، از خاک عراق و پایگاه‌های خود به عملیات‌های شهری از جمله عملیات ترور لاجوردی و صیاد شیرازی پرداخت.
از سال 1382 به بعد مسعود رجوی از دیده ها پنهان گردید و مریم رجوی که به فرانسه بازگشته بود رهبری اعلام نشده سازمان رو در دست گرفت. دیگر اعضای سازمان نیز پس از انتقال از پادگان اشرف به پایگاه لیبرتی در بغداد و سپس از آنجا به تیرانا پایتخت آلبانی در سال 1395 پایانی بر حضور 30 ساله سازمان در عراق بود. در طی این سالها حوادث زیادی در سازمان مجاهدین رقم خورد. آنها از لیست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا خارج شدند و علناً به عنوان ابزار فشار آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفتند. جلسات سالانه مجاهدین در پاریس که با حضور افراد شاخص و جنگ طلب آمریکایی برگزار می‌گردد یکی از بیشمار نمونه هاست. لازم به ذکر است که در 19 تیر ماه 1395 ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان امنیت عربستان سعودی که در جلسه مریم رجوی حضور داشت دوبار مرگ مسعود رجوی رو اعلام نمود و به مریم رجوی تسلیت گفت، اما مجاهدین اون رو قبول نکردند و از آن به عنوان یک خطا یاد نمودند. همینطور میتوان به جدا شدگان از این سازمان اشاره کرد که از سال 1382 تا کنون بیش از 1000 عضو ناراضی سازمان از آنان جدا شده و نسبت به این سازمان انتقاداتشون رو مطرح کردند. در این برنامه با آقای محمد حسین صبحانی عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق و نویسنده کتاب روزهای تاریک بغداد هستیم. آقای صبحانی، ضمن سلام به شما و فرصتی که در اختیارمون قرار دادید تا روند تأسیس و تحولات سازمان مجاهدین رو در این برنامه در 53 سالگردش بررسی کنیم. سوالات بسیار زیادی درباره مجاهدین مطرح است، اما در ابتدا می‌خواهیم که شما از روند شکلگیری سازمان و تحولات اولیه در مجاهدین بگید تا گام‌های بعدی رو پس از اون پی بگیریم. بله، من هم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب همونطور که شما گفتید سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق 15 شهریور 1344 و شکل‌گیری این سازمان و تاریخچه 53 ساله‌ای که داره. اما من فکر می‌کنم که به خاطر اینکه این بحث خوب پیش بره من یک مقدمه رو خدمتون عرض میکنم، اینکه چرا باید به لحاظ تاریخی مسائل سازمان مجاهدین خلق رو دنبال کرد، مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داده. دلیل عمدش به ماهیت سازمان مجاهدین خلق برمیگرده، به دلیل اینکه این سازمان تخصص داره که وقایع تاریخی رو تحریف بکنه، که خب تاریخچه خود سازمان مجاهدین نیز از همین قبیل هستش. و شما اگر دقت بکنید میبینید که مثلا فرضاً توی روند شکل‌گیری و تاریخی سازمان مجاهدین مثلا یک سرفصل بسیار مهم ارتباطات سازمان مجاهدین با صدام حسین و رفتن به عراق بوده و تشکیل ارتش آزادی بخش به عنوان زائده ارتش صدام حسین. اما الان شما اگر تمام کتب، رسانه ها، نوشتاری، دیداری سازمان مجاهدین رو بگردید، سرچ بکنید، کلمه صدام حسین رو شما نمیتونید توی این چیز پیدا بکنید. توی نوشته های سازمان، گفته های سازمان هیچ جا وجود نداره که اساسا اسمی به نام صدام حسین وجود نداره. یا فرضاً سازمان مجاهدین در تکامل ساختار فرقه گرایانه شما در انقلاب ایدئولوژیک رو راه انداخت، طلاق‌های اجباری، زنان از مردان، مردان از زنان، ولی شما این رو هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید. یا ترور نظامیان آمریکایی،
شعارهای ضد امپریالیستی، سفارت تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 و حمایت سازمان مجاهدین، حمایت سازمان مجاهدین از آیت الله خمینی به عنوان پدر مجاهد حضرت آیت الله العظما امام خمینی و غیره. خب بنابراین الان اگر یک جوان 20 ساله 25 ساله که زرق و برق سازمان مجاهدین رو میبینه وقتی بخواد وارد مطالعه بشه در مورد این سازمان، اساسا چنین چیزهایی رو نمیتونه پیدا بکنه، با یک مثل که پدیده دیگه جز سازمان مجاهدین روبرو شده، پدیده ای که مثلا فرضاً الان بولتون هست، ترامپ هست، نمیدونم ما طرفدار زن هستیم، نمیدونم، در صورتی که شعارهایی که در ابتدا داده میشده، بقایای تاریخی که وجود داشته، اینها چیزهایی که به دلیل اینکه سازمان مجاهدین این وقایع تاریخ رو تحریف میکنه، علاوه به نظر من به عنوان یک مسئولیت باید به این مسائل نگاه کرد و اجازه نداد که سازمان مجاهدین این مسائل مهم تاریخی رو به فراموشی بسپاره و مردم رو دچار فراموشی تاریخی بکنه. اما در مورد پرسش شما این که خب سازمان مجاهدین چگونه شکل گرفت، خب تمام منابع موثق که در این زمینه اشتراک نظر دارن این است که سازمان مجاهدین از هواداران یا اعضای نهضت آزادی بودند که در واقع به دلیل این که تصور میکردن نحوه مبارزات مسالمت آمیز بعد از 15 خرداد 1342 و سرکوب شاه که این جنبش رو سرکوب کرد، دیگر روش‌های پارلمانی و مبارزات به اصطلاح مسالمت آمیز نمیتونه پاسخگوی این شرایط از مبارزه باشه و از نهضت آزادی به نوعی در واقع جدا شدن، هرچند که پیوندهای معنوی و ایدئولوژیکی خودشون رو با نهضت آزادی کماکان داشتند. نهضت آزادی میدونید که در واقع در اون مقطع به دلیل بعد از پیوستن جبهه ملی دوم به نهضت آزادی در واقع یک سه تا طیف درش حضور داشت، یک طیفی شامل مهندس بازرگان، دکتر یدالله صحابی، آقای طالقانی و از این طیف بودن، طیفی هم بودن که در واقع گرایش‌های ملی داشتن مثل حسن نصیح که اینها در واقع طرفدار جبهه ملی بودن و گرایش‌های ملی داشتن که به این جمع پیوسته بودن. بخشی که در واقع ما مورد صحبتمون هستش در واقع افراد دانشجوهای جوانی بودند که یا هوادار بودند یا تحت تاثیر نهضت آزادی بودند و یا به عضویت نهضت آزادی در اومده بودند، که خب از این جمع میشه به خود محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عبدالرضا نیکبین، تراب حقشناس، محمد سیدی کاشانی، حسن محمدی، لطف‌الله میثمی و افراد دیگه که الان من حضور ذهن ندارم به صلاح شک، یعنی در واقع این طیف سوم نهضت آزادی از این قبیل دانشجویان جوان و فعالین سیاسی بود که از این جمع حنیف نژاد و سعید محسن و عبدالرضا نیکبین که هم به لحاظ سن و سال و هم به لحاظ خب مطالعات و فعالیت‌هایی که سیاسی که داشتن از بقیه تجربیات بیشتری داشتند، مبارزات گذشته رو جمع‌بندی کرده بودند و طی یک جمع‌بندی که داشتند معتقد بودند که باید روش‌های جدید مبارزاتی رو برای ادامه مبارزه با رژیم شاه اتخاذ کرد.
فرق. شما چیزی فرمودین؟ بله، بنابراین بر اساس این جمع‌بندی بنیانگذاران اولیه سازمان مجاهدین اعتقاد داشتند که سه تا وجه تمایز وجود داره که ما رو مجبور میکنه باید که به راه‌های جدیدی برای مبارزه بیندشیم. یکی این که دیگه مبارزه مسلمان تو نیز با رژیم شاه جواب نداره، باید مبارزه مسلحانه رو در دستور کار قرار داد. دو این که شرایط سیاسی و اجتماعی ایران خارج از شرایط سیاسی اجتماعی جهان قابل ارزیابی نیست، بنابراین امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا دشمن همه خلقهای جهان است از جمله خلق ایران، بنابراین این هم دومین وجه تمایز بود. سومین وجه و ویژگی که این جمع‌بندی بنیانگذاران اولیه سازمان داشت این بود که مارکسیسم علم مبارزه است و باید با این عینک به مسائل جامعه نگاه کرد تا به سرانجام برسد، که هرچند اینها رو در لایه اسلام انقلابی ارائه می دادند، ولی در صورت سه تا عنصر اصلی این بود: مبارزه مسلحانه، امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و اینکه مارکسیسم علم مبارزه است باید به این علم مسلح شد تا بتوان در واقع جنبش های سیاسی اجتماعی رو به جلو هدایت کردش. نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان میدونید که خب این جمع‌بندی بعد از یک بعد از 15 خرداد 42 که خب رهبران نهضت آزادی زندان شدن و جمله محمد حنیف نژاد که خب محمد حنیف نژاد مسئول کمیته هم دانشجویی نهضت آزادی هم جبهه ملی تو دانشکده کشاورزی کرج بود و خود این پروسه زندان هم به سعید به بدی زیدگان و سعید محسن و همینطور عبدالرضا نکبین کمک کرد که در واقع به این جمع‌بندی برسند. خود سازمان مجاهدین خلق کنونی هم تقریبا به این مسائل توی تاریخچه‌اش اشاره کرده و همینها رو اعتقاد داره، هرچند که الان همون بحثی که ابتدا با من مقدمه عرض کردم هیچ به کار نمیاد در واقع بحث مبارزه با امپریالیسم جهانی رو به عنوان یکی از دلایل و وجه تمایزش از نهضت آزادی و ضرورت‌های مبارزه که اون موقع اتخاذ شده توسط بنیانگذاران اولیه سازمان بیاد مطرح بکنه، ولی توی کتاب تئوریکش در واقع اینها چیزایی نیست که در واقع نفی کرده باشه، ولی الان خب در مقابل بعضی از آنها سکوت میکنه. تاریخ تأسیس سازمان مجاهدین هم 15 شهریور 1344 در واقع اینطوری اعلام شده. این سازمان مجاهدین کنونی هم همین تاریخ رو میگه. اطلاعیه اولین اطلاعیه سازمان هم بعد از دستگیری بنیانگذاران اولیه سازمان در سال 1350 این بوده که این اطلاعیه بیرون از سازمان توسط رضا رضایی و سایر اعضای رهبری سازمان که بیرون بودن منتشر شده و در آن 15 شهریور 1344 قید شده با نام سازمان مجاهدین خلق. اما اینکه این عدد 15 شهریور واقعا در چنین روزی فرزن و سه نفر بنیانگذاران اولیه نشستن دوره هم و به یک جمع‌بندی رسیده باشن یا جمع‌بندیشون رو در این روز نهایی کرده باشن اساسا قابل چیز اثبات نیست. تصور من از این عدد 15 یک عدد سمبولیک هست که به احتمال قوی تحت تاثیر قیام 15 خرداد 1342 اتخاذ شده، ولی اینکه واقعا روز 15 شهریور اینا دور هم نشستن این جمع بندی رو کرده باشن در واقع جایی نیومده است. اما خب این
روند شکلگیری سازمان مجاهدین تا این مقطع به اصطلاح بوده، اما سازمان مجاهدین کنونی اساسا فرضاً در مورد عبدالرضا نکبین کاملا سکوت کرده، چه الان چه بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 چیز نامی از عبدالرضا نکبین رودسری نیومده، هیچ کدوم از کتب‌های سازمان اشاره نشده. البته من توی بحثایی که در مورد مجاهدین خلق از تهران تا تیرانا ویدیوهایی که هست من اشاراتی رو کردم از کتاب‌های اولیه سازمان مجاهدین که بدون اشاره نام به این نام بنیانگذار اشاره میشه. توی چیزهای بازجویی ساواک از محمد حنیف نژاد و سعید محسن که در واقع اعتبار سند موثق هست که بوده، هرچند در واقع این سندها توسط مؤسسه مطالعات سیاسی که در داخل ایران هست منتشر شده و در واقع این مؤسسه را داره ارتباط ارگانیک یا تحت تأثیر حکومت ایران میدونن یا در واقع سیستم امنیتی ایران میدونن منتشر شده، ولی مطالب به کار گرفته شده و نوشته شده در این کتاب ها که در واقع کتاب از مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام در واقع مطالبی که هست خب مطالب موثقیه. این مطلبی که من نقل کردم در واقع دست نوشته های خود محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن که به نام عبدالرضا نکبین اشاره میکنه و در اونجا اشاره میشه که در واقع این عبدالرضا نکبین با ما بوده و ولی به دلیل بیماری سر این از ما جدا شده و دیگه هیچ فعالیتی نداره. هرچند دلایل جدای عبدالرضا نکبین از بنیانگذاران اولیه سازمان مجاهدین گفتم در همون سلسله بحثایی که من کردم آمده که مهمترین چیزش اگه بخوام در اینجا اشاره بکنم چکیدش اون بحثیه که آقای ابراهیم آوخ از افراد مارکسیست شده بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین اون اشارات خیلی روشن و صریحی میکنه که عبدالرضا نکبین شرایط سیاسی و اجتماعی وقت ایران رو برای مبارزه مسلحانه و بدین شکل آماده نمیدیدی است و من هم شخصا اعتقاد دارم که به همین دلیل بوده و برداشت و نکاتی که ابراهیم آوخ از سایر اعضای اولیه سازمان مثل آقای میسمی مثل آقای محمدی گرگانی نوشته‌هایی که آقای سعید شاسوندی داشته به واقعیت نزدیکتر هستش و این عبدالرضا نکبین دلیل جداییش از سازمان مجاهدین و بنیانگذاران اولیه سازمان این بوده که شرط سیاسی اجتماعی رو به مرور بر اساس مطالعاتی که داشته آماده نمیدیده و مردم برای انقلاب آماده نبودند، که خب برای توضیحات بیشتر میشه به اون ویدیوها و اون بحثایی که انجام دادم میشه مراجعه کردش. اما نکته ای که من میخوام در این بحث بیشتر اشاره بکنم سازمان مجاهدین خلق تحت تأثیر مارکسیسم که بوده طبعا ریشه های شکلگیری سال 1954 و جدا شدن بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین و تسلط تغییر شهرام بر رهبری سازمان مجاهدین این نکته ای که خب میشه کاملا دقت کرد که تحت تأثیر همون نگاهی بوده که بنیانگذاران اولیه سازمان و یا در واقع نگاه از موضع پایین برعکس شعارهایی که میدادن که مثلا اسلام انقلابی چپ مارکسیسم قرار داره تحت از موضع پایین و تحت تأثیر
جنبش‌های جهانی بوده که در اون مقطع تحت عنوان مارکسیسم رو از ویتنام گرفته، از جزایر گرفته، کوبا گرفته. اینها این جنبش‌هایی بوده که در واقع تمام جنبش‌های جهانی تحت شعاع اونها بوده. اینها زمینه‌هایی بوده که شکل گرفته و سازمان مجاهدین به مرور در واقع اون بخش مارکسیستیش تقویت میشه و به اصطلاح که خب اون فجایع تاریخی هم به وجود میاد، قتل مسجد شریف واقفی، محمد یقینی و خیلی چیزهای دیگه. البته خب شاید تو این بحث ما نتونیم بپردازیم، ولی بسیار از ترورهای زمان شاه، ترورهایی که اعضای سازمان، ترورهایی که توسط اعضای سازمان، خود اعضای سازمان شدند، و این خودش یه بحث بسیار بسیار مهمه که خب باید در یک موقعیت مناسب باز کردش، که از نظر من در واقع ریشه همه اونها به مبارزه مسلحانه برمیگرده، چون عوارض مبارزه مسلحانه در اون مقطع زمانی به ترتیبی بوده که در واقع این ترورهای درون سازمانی رو تئوریزه و توجیه میکرده، به دلیل اینکه فرضاً ساواک سوء استفاده نکنه از جدایی یک فرد یا از در واقع حالا تحت عنوان بریدگی از مبارزه و و و در واقع این افراد رو ترور میکردن، که در واقع خبیرمایه این تفکر کماکان در رهبری فعلی سازمان مجاهدین وجود داره و شما میبینید که در 40 سال گذشته شاید شما توی مقدمتون گفتید 1000 تا، شاید بیش از 2000 تا سازمان مجاهدین جدا شدن. خب بخش زیادشون سکوت کردن، ولی بخش زیادشون در واقع که فعالیت کردن و در واقع اعلام موضع کردن، در واقع با این وسعت از و این کمیت زیاد، ولی سازمان مجاهدین خلق هنوز به طور رسمی و واقعی قبول نداره و باور نداره حتی یک نفر از این سازمان مجاهدین جدا شده، و هر کس جدا شده یا خائن بوده یا بریده بوده یا مزدور بوده یا چی بوده و غیره. البته آقای صبحانی، اگه حتی حرف مجاهدین رو تو همین رابطه قبول بکنیم، خب هر سازمان یا حزب یا حتی یک تشکیلات منصف، واقعا حتی اگه قبول کنیم بگیم که خب همه این افراد خب خیانت کردن به اون آرمان‌هایی که مسعود رجوی داشته یا سازمان مجاهدین داشتن، خب یه سازمان منصف واقع‌گرا در دنیای امروز یا همین در طی پروسه 40 سال گذشته حداقل میاد یک لیستی ارائه میده، منتشر میکنه، میگه آقا این افراد از سازمان جدا شدن به دلیل اینکه مثلا خیانت کردن یا مثلا مبارزه رو قبول نداشتن یا نه به ما مثلا انتقاد داشتن یا نه میخواستن برن دنبال زندگی خودشون. سازمان مجاهدین در پروسه در واقع حیات خودش حتی حاضر نیست به چنین مسئله‌ای بپردازه و یک لیست بسیار ساده از این بیش از به قول شما 2000 نفری که تا الان از سازمان جدا شدن رو منتشر کنه و در واقع قبول داشته باشه و همه اینها رو نفی میکنه. بله بفرمایید. خب بله دیگه، این هم در واقع میشه گذاشت بغل اون چیزایی که سازمان مجاهدین وقایع تاریخی رو تحریف میکنه دیگه. ببین شما مثلا فرضاً توی بحثای گذشته هم ما فکر کنم که به این اشاره کردیم، مثلا شاید 10 عضو شورای مرکزی دفتر سیاسی مرکزیت وجود داشته توی این افراد جدا شده که با اسم و نام مشخصاتی که خود سازمان مجاهدین اعلام میکرده، ولی خب اینا رو در واقع چیکار میکنن؟ میخواد بلازه تاریخی تحریف کنه و در واقع یه ترور شخصیتی انجام بده. بنابراین بله، اون کارکرد سازمان مجاهدین هست که در واقع محصول یک ساختار فرقه‌گرایانه است و محصول اندیشه مبارزه مسلحانه است، و
من تاکیدم روی این دو تا عنصر هستش، یعنی مبارزه مسلحانه و ساختار فرقه ایران سازمان مجاهدین البته چیزی نیست که الان قوام پیدا کرده، الان تئوریزه شده، الان شکل گرفته. به اعتقاد من این ساختار حتی زمان شاه هم وجود داشته. شما ببینید در درون چه مناسبات تشکیلاتی بیرون سازمان، چه در درون زندان افراد رو ایزوله میکردن، افراد رو همونطور که بیرون ترور میکردن، در داخل زندان برای افراد زندان میساختن، زندان در زندان. شما این خاطرات آقای محمدی گرگانی رو که اخیراً چاپ شده، یا خاطرات لطف‌الله میثمی، خاطرات آقای حسینی که توی سوئد بوده منتشر کرده، خاطرات خیلی از افراد رو میبینید که در واقع اینها در درون زندان به دلیل اینکه با چیزهایی که مسعود رجوی مثلا فرزند آقای محمدی گرگانی میگفته بعد از ضربه 54 و در واقع فجایعی که تغییر شهرام و سازمان مجاهدین به وجود آوردن و قتل مجید شریف واقفی، صمدی لباف، یقینی و و و اینها، خب وقتی که میگفتن خب باید یه جمع‌بندی بشه که چرا به این موضوع ما رسیدیم، مسئول رجوی اجازه نمیداده و در واقع سر این موضوع هر کسی برخلاف اون چیزی که مسئول رجوی میگفته، حالا این که مسئول رجوی چطور از اون 12 نفر عضو کمیته مرکزی اولیه زنده مونده، خب یه بحث جداگانه ایه که چطور بقیه اعدام شدن این زنده مونده، ولی توی زندان در واقع یک زندان ساخته می شده برای افراد ناراضی مثلا، نه افرادی که در واقع به یک جور دیگه، مثلا آقای میثمی یا آقای گرگانی یا آقای حسن رستگار، خیلی از حتی اعضای دیگه که ما که ملحق شدن به حسین ابریشمچی که کشته شد توی این یکی از این فجایعی که توی اشرف توی عراق صورت گرفت، اینها در واقع افرادی بودن که خب میگفتن که باید یک جمع‌بندی دقیق صورت بگیره. ببینید حتی این آقای حسن محمدی معتقده که میگه که اگر حنیف نجات زنده بود روی مبارزه مسلحانه اتخاذ روش استراتژی مبارزه مسلحانه تجدید نظر میکرد. توی خاطرات ایشون هستش که خوبه اینجا یه اشاره بکنم که اسم البته نیبره، که خب اینم یکی از این اشکالات آقای محمدی، یکی از اشکالات نه ولی یک اشکالیه که آقای محمدی اسم این فرد رو ننوشته. در کتابش اشاره میکنه که تصمیم گرفته میشه یک فردی رو، اینا از زمانی که حنیف نجات زنده بوده که یک فردی به دلیل که دیگه نمیخواد ادامه این فعالیتش رو با سازمان مجاهدین بده ترور بشه و این تصویب میشه، ولی تنها چیزی که به اصطلاح مخالفت خود حنیف نجات بوده با این موضوع و تعداد دیگه ای که میگفتن که خب آخه چجوری میتونه یه همرزم خودش رو ترور بکنه. بنابراین این جنبندهی که این آقای محمدی از شخصیت حنیف نجات داشته اینه که به اصطلاح ایشون مخالفت میکنه با این ترور داخل سازمان. ولی میبینید زمینهاش وجود داشته، بحثش وجود داشته. چرا؟ به دلیل اتخاذ مبارزه مسلحانه، به دلیل مخفی کاری، به دلیل اینکه در واقع افراد توی یک مناسبات دموکراتیک شکل نمیگرفتن. درسته اون فضا فضای زمان شاه یک فضای دموکراتیک جلوه نمیتونسته قوام خیلی، یعنی ما نباید انتظار داشتیم یک حزب دموکراتیک مثل اون چیزی که الان فکر اسمش اسم میذاریم حزب دموکراتیک در زمان شاه پیش میومده، ولی میتونستم اون تشکل‌های سیاسی مثل جبهه ملی، مثل نهضت آزادی، خب اینها در واقع خب برخورد نهضت آزادی با همین بنیانگذاران اولیه سازمان چطوری بوده؟ خیلی هم به اصطلاح گفتن که خب آفرین که شما میتونید این کارو بکنید، ما نمیتونیم، شما خب این کار رو بکنید. ما فکر میکنیم مبارزه مسلحانه درست نیست، نمیشه،
ولی شما خب این پتانسیل رو در خودتون میبینید، در جامعه میبینید، خب بده انجام بدید. چرا؟ به خاطر که نهضت آزادی در هر صورت یک مناسبات نیمچه دموکراتیک در درونش وجود داشته، ولی وقتی که یک سازمانی با استراتژی مبارزه مسلحانه تحت تأثیر این که مارکسیسم علم مبارزه است، باید این علم رو یاد گرفت، یا تحت تأثیر این که آقا جون شرایط سیاسی شما جامعه ایران و دنیا باید همه خلقا امپریالیسم جهانی به سردگی آمریکا رو در واقع دشمن بدونن، و خب این محورهای مبارزه در واقع به طور خاص استراتژی مبارزه مسلحانه در واقع عوارضی برای یک جمع تشکل حالا سازمان سیاسی نظامی داره که اتوماتیک از درونش ترور و خشونت در میاد، نه علیه دشمن، علیه خودش. و این بقایا همونطور گفتم در سازمان مجاهدین فعلی وجود داره. بسیاری از زندان سازی ها، زندان بانی ها، در واقع افرادی که توی زندان شاه خودشون شکنجه شده بودن، افرادی بودن که شکنجهگر شدن. این آقای سادات دربندی به لحاظ سوابق سیاسی جزء اعضای اولیه سازمان بوده، محمد سادات دربندی عادل، خب این شده زندانبان امثال من و شما و ایکس و ایگرگ و شکنجهگر ماها شده. خب چجوری تونسته یک شکنجه شده شکنجهگر بشه؟ تحت تأثیر اون فرهنگ خشونت و مبارزه مسلحانه. اما اینکه آیا اگر حنیف نژاد زنده می بود از مبارزه مسلحانه دست بر می داشت؟ بر نمی داشت؟ من خیلی از افرادی که از نزدیک با محمد حنیف نژاد آشنایی چهره به چهره داشتن میگویند که تجدید نظر می کرده. ولی من خودم فکر میکنم که یعنی در واقع برآورد من از تأثیرات عمیق مبارزه مسلحانه اینه که اونم تجدید نظر نمیتونسته بکنه و در این مسیر حرکت میکرده، حالا ممکنه با یک حرکت کنتری به سمت این انحراف ها میرفته و مسئول رجایی با شتاب عمیقتری این مسیر رو طی کرده. ولی این که البته من توضیح بدم، در واقع قصد ما در از این گفته‌ها این است که شخصیت انقلابی در واقع فداکاری، صداقت و بسیاری از ویژگی‌های مثبتی که در این شخصیت‌های اولیه سازمان مجاهدین بوده رو نادیده بگیریم و بخوایم به قول معروف به اصطلاح بعد جلوه بدیم، نادیده بگیریم، نه، ما میخوایم که در واقع تجربه بکنیم، جمع‌بندی بکنیم، عبرت بگیریم که آقا مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه یه عوارضی داره که اصلا دست تو خودت نیست، که تو خود اون حل میشی. من گذاشتم رابطه توی فرصت دیگه ای رو این بحث رو ادامه بدم، ولی آقای عبدالرضا نیکبه سال 1347 فاصله میگیره از بنیانگذارهای اولیه سازمان مجاهدین و خب به همین دلیل هم در واقع هیچ تنشی وجود نداره و حتی میگفت همونطور که اشاره کردم محمد احمدی‌نژاد و سعید محسن تا در باجوریهاشون تلاش میکنن که عبدالرضا نیکبین رو از زیر تیغ ساواک به در ببرن و میگوین دلیل جدایی این بیماری سر بوده، هرچند دلیل جداییش چیز دیگه ای بوده. اما حالا این پرسش مطرحه، اگر عبدالرضا نیکبین به جای سال 1347 بعد از آغاز مبارزه مسلحانه، یعنی در واقع که خود اینم خودش نکته است، حالا میپردازیم بهش، بعد از اینکه اولین ترورهای افسران آمریکایی توسط سازمان مجاهدین تحت تأثیر و رقابت ناسالم با سازمان چریکای فدایی و وقایع سیاهکر در سال 1349 با شتاب این عملیات صورت میگیره، اگر بعد از این وقایع
آیا عبدالرضا نیکبین میخواست جدا بشه به همین سادگی بود؟ و عبدالرضا نیکبین نمیگفتن خب شما اطلاعات دارید نمیدونم چی هستی مرسه مرسه، چون تا سال 50 در واقع ساواک هوشیاری کاملی نسبت به تغییرات و شکل‌گیری سازمان مجاهدین نداشت و اعضای سازمان مجاهدین کار فقط مطالعاتی میکردن و کار خاص پراتیک و عملی که انجام نمیدادن. حالا برای این یه چیز خاموشی بوده، یه چیزی که بوده، ولی وقتی که سال 50 عملیات مسلحانه آغاز شده، ساواک وارد ماجرا شده، حالا یه کسی اون وسط بگه من نه، مبارزه مسلحانه و شرایط سیاسی اجتماعی جامعه ایران قابل، آیا سازمان مجاهدین عبدالرضا نیکبین رو به همین راحتی ول میکرد؟ این نکته ای که من فکر میکنم که ول نمیکرد. چرا؟ به دلیل اینکه سازمان مبارزه مسلحانه این رو طلب میکرده، این از عوارض اون مبارزه است. اما نمیدونم، به اصطلاح ما میتونیم بحث رو در واقع به خاطر اینکه خوب پیش ببریم بیاریم جلوتر و حالا مرحله این وقایع تاریخی قبل از سال 57 رو پیش به مورد به مورد اشاره نکنیم. یک نکته رو من در واقع میگم که چون کمک میکنه به بحثای ما اگر بخوایم که در واقع بعد به وقایع تاریخی بعد از سال 57 بپردازیم. ببینید اون وقایعی که در داخل زندان شاه به وجود اومده، شما نمیتونید که مسائل تاریخی و سیاسی اجتماعی بین سازمان مجاهدین و عناصر حکومت ایران رو که در زندان شاه بودند رو اینها رو بدون ارتباط با هم ببینید. یعنی باید، یعنی مجرد یهو بعد از سال 50 مسائل پیش نیومده. اگر یک لاجوردی وجود داشته که در واقع بر اساس منابع مختلف یک ضدیت خاص و ویژه با سازمان مجاهدین داشته، این را اگر بخوایم دقت کنیم نطفه‌هاش توی همون زندان شاه بوده، همون جاهایی که تحقیر می شدن افراد یا سرکوب می شدن یا می گفتن که شما راست هستید، شما ساواکی هستید، شما نمیدونم فلان هستید. و اینها در واقع اون چیزی که مسعود رجوی در زندان شاه، خب مسعود رجوی برای خودش همونطور که میگفت که من رهبری زندان رو بر عهده دارم، حتی بخش مذهبی زندان رو به عهده دارم و اونایی که راستن هم که خب در واقع راست هستن، مارکسیست هم که خب جدا، ولی ما در چپ مارکسیست ها قرار داریم و رهبری جنبش رو هم من در اختیار دارم، هرچند منابع خیلی چون مناسبات دموکراتیکی فکر کنم تو خاطرات آقای میثمی هستش، خوبه که این اشاره بکنم، میگه یک بار توی حالا یا آقای میثمی یا آقای محمد یا یکی دیگه، من الان حضور ذهن ندارم که کدوم باشه، ولی این مطلب 100% موثق هستش، از یکی از این اعضای اولیه سازمان هستش که میگه در صورت برای اینکه رهبری داخل زندان مشخص بشه، ما دست یک بار دست به رأی‌گیری زدیم که به اصطلاح مشخص بشه، که در اون رأی‌گیری مسعود رجوی انتخاب نمیشه توسط اعضای خود سازمان، ولی خب به دلیل خب شخصیت توانمندی ویژه‌ای که داشته، که خب اینو تمام مخالفین و منتقدین و موافقین سازمان مجاهدین در مورد شخصیت مسعود رجوی تایید میکنن که وی بسیار بسیار با انگیزه بوده، در واقع قدرت رهبری داشته و در واقع تو این زمینه صبح و شب نداشته و خودش رو لایق رهبری میدونسته، ولی اومده اوهای با یه پدیده مواجه شدن که تغییرات سیاسی اجتماعی جامعه ایران و همینطور جهان به سمتی حرکت کرده، یک جنبش
مسالمت‌آمیز مثلا با روش مسالمت‌آمیز به رهبری آیت الله خمینی مثلا در واقع میاد سوار میشه بر موضوع و واقعا هم در واقع اون چی که محصول انقلاب سال 57 هست رهبری آقای خمینی است و در واقع شبکه زنجیره‌ای روحانیت بوده، نه اونچه که محصول تلاش مبارزه مسلحان و سازمان مجاهدین و یا حتی سازمان چریکا بوده. بنابراین افرادی که در درون زندان بودن و برای خودشون هر کسی تجربه داخل زندان داشته باشه میفهمه که آدم که در داخل زندانه جدا از واقعیتات بعضی وقتا هم برای خودش در واقع رویاسازی رو میکنه که در واقع من چی خواهم شد، چه کار خواهم کرد و و و، به خاطر اینکه جامعه فقط محیط بسته‌ای که وجود داره. بنابراین مسئول رجوی که مدعی بوده که خب سازمان مجاهدین و اون رهبری انقلاب رو بر عهده خواهند داشت، یه هم مواجه میشن با یه پدیده‌ای که اتفاقا همونایی که تو زندان مورد ایزوله قرار گرفتن و به اصطلاح راست محسوب می شدن، راست ارتجاعی محسوب می شدن، اینا در واقع اومدن مدیریت این رهبری انقلاب 57 رو به عهده گرفتن و سازمان مجاهدین و مسعود رجوی خب شوکه شدند. آقای سبحانی جالا بفرم، قبل از این که در واقع وقایع بعد از انقلاب 1357 رو در واقع بهش بپردازید، من یک در واقع نکته میبینم در که شما در تحلیل همین روند اشاره کردید که این حذف فیزیکی که در درون سازمان متولد میشه و به طور مشخص در ترور مجید شریف واقفی و تعداد دیگه خودش رو نشون میده، به بیانی دیگه در درون زندان هم به شکل دیگه‌ای تحت عنوان ایزوله کردن بخشی از افراد در واقع بهش میپردازه که بعدها از مخالفان مجاهدین میشن، به طور مشخص مسئولان در واقع حکومتی که بعد از در واقع انقلاب به برخی از ارگان ها دست پیدا می کنند و اون موقع در واقع در زندان در کنار مجاهدین بودند. خب بخش زیادی از همین افراد اگه دقت داشته باشیم هوادار سازمان مجاهدین بودند و بسیاری از اینها در واقع به طور معنوی و مادی، حتی مادی و حتی تسلیحاتی و حتی امکاناتی، مثلا امکانات خونه یا چیزهای دیگه از سازمان مجاهدین حمایت کردن در اون مقطع و اینها رو نمیشه ازش چشم پوشی کرد. به طور مشخص حتی اگه در واقع خاطرتون باشه تو بحثا هست که دیدار حسینی روحانی و تراب حقشناس در با آیت الله خمینی در عراق انجام میشه برای جلب حمایت بیشتر و همون موقع نامه هایی که در واقع ارسال میشه به آقای خمینی در نجف که آقا شما از این سازمان حمایت کنید. و باز میبینیم که شما اشاره کردید به نهضت آزادی که در بدو تأسیس این سازمان و حتی تو گام های بعدیش از این سازمان حمایت میکنن، اما نکته ظریفی که به کار بردید در شکلگیری در واقع مبارزه مسلحانه و تدوین استراتژی جنگ مسلحانه خب و در واقع علائمش رو در ترور مجید شریف واقفی یا ترور مستشاران نظامی آمریکا یا بمبگذاری در جشن 2500 ساله شاهنشاهی یا همینطور حذف در واقع افراد همین هوادارهای قدیمی سازمان در درون زندان و از اون طرف رقابت هایی که با سازمان های دیگه داشته، مثلا اسم بردید به عنوان مثال سازمان چریک های فدایی خلق یا برخی از سازمان های مارکسیستی مثل حزب توده یا
بعدها با بخش در واقع مارکسیست شده خود سازمان به رهبری تقی شهرام، خب میبینیم که اینها تماما یک نکته مشترک داره و این اشتراک اینها در واقع شما خلاصه کردید در انتخاب جنگ مسلحانه و ترویج مبارزه مسلحانه در سازمان و پیگیری اون در جامعه که در واقع ضربه زدن به منافع آمریکا یا به ارتش و پلیس در واقع ایران اون موقع. من سوالم اینجاست، شما فکر میکنید همون موقع که مسعود رجوی رهبری در واقع تشکیلات سازمان در زندان رو به عهده داشت، اگر شخص دیگه‌ای به جای مسعود رجوی بود، آیا این روند و این مدل از تفکر از اسلام انقلابی اینها که در واقع مبارزه مسلحانه رو به عنوان یک علم مبارزه از مارکسیسم الهام گرفته بودن، آیا فکر میکنید اگه کسی به جای مسعود رجوی بود یا اون لایه اول اون چند نفر، مثلا مسعود رجوی، موسی خیابانی یا مثلا مهدی ابریشمچی، اون نفرات اولیه سازمان و به طور خاص مسعود رجوی، شخص دیگه‌ای بود یا اشخاص دیگه‌ای بود، آیا فکر میکنید سرنوشت این سازمان تغییر کیفی میکرد یا نه باز همین روند بود که ما امروز شاهدیم؟ یعنی اون مسئله‌ای که شما برای اون موقع دارید مطرح میکنید میبینیم که هنوز هم وجود داره در سازمانی که در واقع بعد از انقلاب از مسعود رجوی به یادگار مونده. نظر شما چیه؟ بله، من یه اشاره ضمنی کردم توی صحبت قبلیم. ببینید، من با فرض این فرضی که در سوال شما هست، مسعود رجوی نبود، فرد دیگه ای بود. من اشاره کردم حتی خود حنیف نشاد اگر می بود، ببینید، اگر مبارزه مسلحانه رو به عنوان یک دیدگاه و یک روش ادامه می دادم، همین مسیر طی می شد. ولی با این توصیه که گفتم که به اصطلاح این مسیر ممکنه با سرعت و شتاب کمتری حرکت میکرد، ضمن اینکه باید شخصیت و توانمندی و پتانسیل درونی افراد رو هم در نظر گرفت. مسئول رجایی به شدت به لحاظ توانمندی و پتانسیل درونی کار بسیار بسیار آدم جدی بود و هست، ولی خب شخصیت هایی هستن که ممکنه از یه مسیر زود خسته بشن. ولی خب یکی از ویژگی‌های بسیار مثبت تو کاراکتر خود رجوی اینه که خیلی فعالانه، به قول معروف جدی، تمام عیار به اون چیزی که به اصطلاح باوری که داشته و اون تمایلی که برای قبضه قدرت و در واقع اعتیاد به یک رهبری پیدا کردن، این در واقع در افرادی که ممکنه نباشه. مثلا فرجان شما در لطف اللهمی سمی ممکنه که لطف اللهمی سمی خیلی افراد فرد با سابقه تری از مسعود رجوی بوده، آقای پرویز یعقوبی خیلی فرد شاخصتری بوده، همه محمدی سیدی کاشانی. اجازه بدید من یه قسمتی در واقع از محمدی سیدی کاشانی براتون بگم. ببینید، مثلا در مقایسه با مسعود رجوی اصلا قابل قیاس نیست. اون میگه که در واقع خود محمدی سیدی کاشانی که توی سازمان به نام بابا معروف هستش، در واقع یک واقعه تاریخی رو تعریف میکنه که من خوبه به خاطر که بحث میمونه اشاره بکنم. ایشون میگه که شنیده بودم تحلیل های نهضت آزادی از کمیسیون سیاسی نهضت بیرون میاد، هر دو هفته یک بار به مسئولم سر میزدم و هر بار از اون میخواستم من رو به کمیسیون سیاسی ببرد. او پاسخ مثبت میداد ولی بعد به بعد موکول میکرد. بعدها فهمیدم از بعد از 15 خرداد 42 این کمیسیون هم متوقف شده بود. این وضعیت 2 ادامه داشت تا در اواسط شهریور 44 مسئولم به من اطلاع داد
یک چیز بالاتر از کمیسیون سیاسی تشکیل شده، پس فردا ساعت 5 بعد از ظهر بیا خانه ما. این خبر و دعوت، از این خبر دعوت خیلی خوشحال شدم. و بعد حالا توضیحاتی که میگه من رفتم اونجا دونم در باز شد، رفتم تو با اتاق هدایت شدم، در اون اتاق دو نفر جوانتر از من نشسته بودن، بلند شدن دست دادم، یکی از آنها خودش رو ناصر، منظورش ناصر صادق هست، و دیگری احمد که همون منظورش احمد طباطبایی هست که تو فاز سیاسی توی جنگ ایران تنها کسی بود که تو اون جنگ شرکتش کشته شد، مثل کسانی که سال هاست با هم دوست هستند گرم صحبت در مسائل روزی درباره مسائل سیاسی روز شدیم. یکی دو دقیقه بعد در اتاق باز شد، مردی چارشانه و بلند بالا وارد شد با 26-27 ساله، با چهره گندم کن و نسبتا استخوانی، با چشمان سیاه و و و و خودش را محمد معرفی نمود که در واقع همون محمد عرفی شد. خب مثلا این شما خب که سیدی کاشانی رو همه ما اونا که تو سازمان بوده از نزدیک میشناسن، شما خودتون میدونید، ولی سیدی کاشانی ببینید دقیقا خودش بر اساس بیان خودش جز اعضای اولیه بوده که توسط حنیف نژاد عضوگیری شده برای این سازمان. خب میگه اواسط شهریور 44، در صورتی که مسئول رجوی اینا بعد از تازه مسئول رجوی توسط حسین روحانی عضوگیری شد. خب و بعد تازه اومد. خب ولی شخصیت اون ویژگی های شخصیتی محمد سیدی کاشانی با مسئول رجوی متفاوته و به دلیل همین تفاوت تونسته با شتاب بیشتری با این که با این توضیح که به مبارزه مسلحانه و خشونت تلفات تا هم اکنون اعتقاد داره و باور داره، بنابراین این مسیر رو از یک سازمان مخفی مسلح که کار تروریستی میکرده به یک ساختار فرقی رو هم تبدیل کرده و یه فرقه تمامی رو تبدیل کرده. حالا شما میگید که اگه حنیف نژاد یا فردی دیگه بودم همین مسیر میرفت؟ اگر مبارزه مسلحانه رو به عنوان یک اندیشه، به عنوان یک راهبردی که دیگه استراتژی و راهبرد است، شده تمام وجودش، یعنی با همین عینک به همه چی نگاه میکنه، با همین عینک حذف میکنه، با همین عینک به رقیب نگاه میکنه، با همین عینک منتقد خودش رو برنمیتابه، این دیگه استراتژی سازمان نیست، این ایدئولوژی سازمان شده خشونت و مبارزه مسلحانه. بنابراین هر کس که بود از نظر من این مسیر طی میشد، مگر اینکه تجدید نظر میکرد. میگویند که در واقع اونایی که از نزدیک با محمد حنیف نژاد برخورد داشتن، محمد حنیف نژاد شخصیتی داشته که میتونسته اشتباهش رو تصحیح کنه، اگر میکرده و میتونسته، خب این یک به قول معروف شانسی بوده برای مردم ایران، ولی خب اون که صورت نگرفته. بنابراین به نظر من هر کسی از جز مسعود رجوی هم مود، یا این سازمان به این نقطه نمی رسید به دلیل عدم پتانسیل و توانمندی های شخصی و ویژگی‌هایی که یه فرد میتونه داشته باشه، یه فرد میتونه فرمانده بشه، رهبر بشه، ولی یه فرد میتونه همیشه سرباز خوبی باشه. اگر یک کسی مثل مسعود رجوی بود که توان رهبری و اون در واقع حالا بذاریم اسمش عشق، شوق، نمیدونم قدرت، تمایل، هرچی به رهبری داشتن، رئیس بودن، سازمان مجاهدین باز همین میشد، ولی با فاصله بسیار و شاید در واقع بشه گفت که فردی غیر از مسعود رجوی تو اون ساختار خیلی سخت پیدا میشد که به این نقطه برسه. چون ببینید مسعود رجوی بسیاری از کاری، ببینید از یک سو در واقع به اون چیزی که باور داشته بدون توجه به انتقاداتی که از دور و بر میشده ادامه میداده، و بقیه هم اون
کار که میکرده تحت اون توانمندی و کار روزانه نمیدونم 18 ساعت بیداری توی زندان، خب 19 ساعت بیداری توی زندان. این یکی از همین اعضای اولی سازمان فکر کنم توی این خاطرات مهدی ربشم چه توی این خوندمش که حالا اجتبتی دونم یه اشارهی بهش میکنم، یا نمیدونم محسن سیاکولا بود که در واقع میگه توی زندان همیشه کلاه پشمی سرش بوده به دلیل سردردهای میگرنی که داشته، ولی 24 ساعته همه ورزش میکردن این مثلا کار میکرده. خب اینا در واقع چیزایی بوده که فرد را پیرامون افراد پیرامون رو تحت تاثیر قرار میده. یه چیزی رو من دوست دارم که اینجا اشاره بکنم، این آقای ابریشمچی، مهدی ابریشمچی که اون موقع تو زندان زمانش تو زندان مشهد بوده، توی اوین و تهران کمتر بوده. این خیلی ببینید، یعنی در واقع ببینید تفاوت سازمان مجاهدین اولیه رو با این سازمان رو میشه تو این عبارتی که این مهدی ابریشمچی میگه دید. ببینید دقیقا به کلمات توجه کنید. محمد حنیف نژاد اولین زیر خطش خط بکشید، اولین مسلمان انقلابی است که مرزش را با هر نوع اسلام دیگری در همه زمینه‌ها از اندیشه و مبانی فلسفه گرفته تا روش علمی در تشکیلات و سیاست و مشی مبارزاتی روشن و مجزا بوده است. یعنی ببینید چنین تعریفی میکنه و این تعریف رو میکنه و میگه چی؟ نقش محمد حنیف‌نژاد یک نقش یگانه تاریخی و عقیدتی بوده که در روزگار خودش ناشناخته مانده بود. تنها یک نفر یعنی مسعود رجوی این حقیقت را کشف کرده بود و به طور زنده و عملی در این رابطه با او این رابطه را با او برقرار میکرد و بهای آن را در سخت‌ترین شرایط میپرداخت و و و و. خب در واقع داخل پرانتز آقای سبحانی، داخل پرانتز چون شما به افراد اشاره کردید، میخواستم یک خاطره کوتاهی رو نقل کنم داخل پرانتز راجع به بحث مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی و در رابطه با محمد حنیف نژاد. نشست های انقلاب ایدئولوژیک بود سال 1368 و در واقع یک بحثی پیش اومد که مسعود رجوی این جلوی گسترش این بحث رو گرفت، اما در همون میزان در همون حد هم که بحث شد، مهدی ابریشمچی اومد و گفت که اگر محمد حنیف نژاد امروز اگر زنده بود، یعنی نشست، شما توجه کنید که نشست انقلاب ایدئولوژیکه و در واقع اثبات مریم رجوی به عنوان شاخص این انقلابی که مسعود رجوی تولید کرده، میگفت اگر حنیف نژاد و بقیه بنیانگذاران سازمان و اعضای اولیه سازمان که اعدام شدن امروز اگر زنده بودند و در همین سازمان بودند، مسلماً در برابر انقلاب خواهر مریم که منظورش همون همسر سابقش مریم رجوی هست، سر تعظیم فرود می آوردند. یعنی در واقع می خوام بگم که اون سوالی که از شما کردم درست می‌فرمایید. بله، یک دیدگاهه، یک ایدئولوژیه که حتی بنیانگذارش رو در اینجا در اون نقطه حاضر قربانی کنه به نفع مصالح شخصی که الان بر سر قدرت هست و دیگران نیستن در اون لحظه. بله بفرمایید. بله در واقع خب همین که شما میگید در واقع این بحثی که میدونیم که خب مهدی ابریشمچی یک شخصیت به اصطلاح چاپلوسی هم داشت. در واقع شاید توی این افرادی که توی سازمان مجاهدین در سطح مرکزیت سازمان بودن به لحاظ توانمندی، بحث‌های تئوریک و کار تشکیلاتی از همه نزدیکتر به مسعود رجوی مهدی ابریشمچی بود و در واقع
بدون تردید مرد شماره دو اصلی سازمان ابریشمچی بود، برخلاف این که میگفتن که حالا مثلا بعد از زرکش محمود عطایی نمیدونم ایکس ایگرگ زد و اینها، در واقع خب من از نزدیک با هر جفتشون کار کردم، هم با این مهدی ابریشمچی هم با محمود عطایی. اساسا فاصله بسیار زیاد تشکیلاتی و شخصیتی و توانمندی بین مهدی ابریشمچی و محمود عطایی و سایرین وجود داشت. بعد خب یک شخصیت کاریزماتیک هم مهدی ابریشمچی داشت و شما میگید توی سازمان شاید بعد از خود مسئول رجوی توی این آقایون مهدی ابریشمچی از همه بیشتر یک، حالا با اغماز از این واژه استفاده میکنیم، جاذبه تشکیلاتی داشت. خود مهدی ابریشمچی بودش و البته این چیزی که عنوان میکنید آقای صبحانی، من فکر میکنم که بیشتر از نقطه شروع انقلاب ایدئولوژیک شکل گرفت، یعنی از اواخر سال 1363 به طور مشخص، وقتی که در واقع مسعود رجوی در بهار 64 با همسر مهدی ابریشمچی یعنی با مریم رجوی ازدواج کرد تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. چون قبل از اون نه، قبل از اون افراد دیگه‌ای وجود داشتن که حالا محمود عطایی یکی از اونهاست، مثلا خود علی زرکش وجود داشت که اساسا جا و جایگاهی برای چنین افرادی در اون نقطه متصور نبود. بله درست میگید، منم منظورم اتفاقا همین بود که بعد از گفتم بعد از علی زرکش در مقایسه خب محمود عطایی که گفتن که مثلا نفر شماره دو هست، رئیس ستاد ارتش آزاد بخش و و و، در واقع بعد از این سال 63 و 64 بودیم. حالا نکته ای که وجود داره، در صورت این بحثمون در این مورد خب نقل قولی بود که از مهدی ابریشمچی در مورد مسعود رجوی کردیم و جایگاهی که اون داشتش. حالا اگر من فکر میکنم بحثی رو که در مورد تا سال 1357 در مورد سازمان مجاهدین میتونستیم توی این بحث بکنیم، تا اینجا اگر اجازه بدید بسنده بکنیم و به بحث‌های دیگه رو بپردازیم که خب ریشش همون توی زندان شاه است. من فکر میکنم که اولین موضوعی که میشه بهش پرداخت جدا از وقایع تاریخی، این چیزی که سازمان مجاهدین فعلی و مسعود رجوی و اینا اعتقاد داشتن که پیوند میخوره با همون بحثی که مبارزه مسلحانه و رهبری مسعود رجوی در داخل زندانهای شاه. مسعود رجوی میگه که در واقع رهبری انقلاب به سرقت رفته است، انقلاب 1357. چند ساله که اینو علنا؟ بله نه، ولی توی مناسبات درون تشکیلاتی، بله علنی بله، ولی توی مناسبات درون تشکیلاتی از سال در واقع دیگه، زمانی که مسعود رجوی توی عراق اومدش و توی نشست شورای مرکزی، من خودم بارها ازش شنیدم این بحث رو که خب البته نمیگفت که از منس به سرقت رفته، میگفت رهبر خمینی رهبری انقلاب رو به سرقت برده. خب ولی خب آره دیگه، خب از به سرقت بوده کی؟ خب خودش که نمیگی، بقیه باید بگن که به سرقت برده. خب ولی به قول شما الان داره علنی، 4-5 ساله که دارن علنی میکنن توی نوشتاراشون و دیگه مطالب دیداریشون هم گفتگوهاشون هم میارن. ولی من میخوام تأکید کنم این تفکر با همون توهمی که مسعود رجوی در داخل زندان شاه داشته که بابا مجاهدین و رهبری، مجاهدین رهبری این انقلاب رو به عهده دارن، بخاطر که چپ مارکسیسته، راست ارتجاعی هم که در واقع ارتجاست، و آدمایی مثل کله گنده آخونده هم مثل فرزن منتظری و بهشتی و هاشمی رفسنجانی و ربانی هم، اینا همه تو زندان خب تحت تاثیر مان
به ما احترام میگذارن، به ما فلان میکنن. خب بنابراین خودش رو در واقع در این توهم میده که آقا این پس باید این مجاهدین خیر سازمان محوری این انقلاب و مبارزه است، بنابراین منم رهبر این سازمانم دیگه. خب میاد سال 57 رویدادهای سیاسی اجتماعی شکل دیگه ای عمل میکنه، با تظاهرات و راهپیمایی انقلاب سال 57 در واقع به سرانجام میرسه. خب من اشاره کردم مسئول رجبی شوکه میشه. حالا من یه سوال میکنم، آیا واقعا شما فکر میکنید مسئول رجبی رو تو دلش تو اون موقع تو اون ماهای منتهی به سال 1357 و 22 بهمن مسئول رجبی وقتی که این تظاهرات و راهپیمایی بیرون رو میده آیا تای دلش دوست نداشته که این انقلاب فعلا پیروز نشه تا اون رهبری انقلاب سکان رهبری رو به دست بگیره؟ چرا این بوده از نظر من فکر میکنم این بوده، تای دلش میخواسته این موضوع تموم نشه، انقلاب پیروز نشه و تا خب خودشون این همه خون دادن فلان. بعد اومده بیرون، حالا از دیمای 53 دیمای 57 از زندان آزاد شده، اومده بیرون، حالا کسی تحویلش نمیگیره. تحویلش میگیرن ها، ولی اون جایگاهی تو ذهنش چیده بوده به لحاظ روانی که آقا رهبری انقلاب مال منه، مال سازمان مجاهدینه، میبینه نه یه چیز دیگه هست، یه آخونده، یه روحانیه، نمیدونم دست چندمی هم که تو مبارزهی که اون فکر میکرده باید باشه نبوده، یا میبینه که مثلا یه جمعیت نمیدونم 10,000 تایی رو داره سازماندهی میکنه، شعاراشو جهت میده و هدایت میکنه. هم به لحاظ درونی دچار فشار روانی و افسو، اینا مسائلی که تأثیر داشته تو اتخاذ روش های سازمان. مسئول رجبی به نظر من به لحاظ شخصیتی چه توهی میشه. و آقای صبحانی داخل پرانتز من یک نکته‌ای رو که شما اشاره کردید خیلی مهمه، من اشاره بکنم از وقایعی که خودم به چشم دیدم. سال 1358 در یعنی در واقع در درون تشکیلات هواداری سازمان که اون موقع ما در واقع خب پیوستیم به سازمان به طور فعال، خب در درون تشکیلات اون موقع این طور عنوان شد که انقلابی که ما مد نظرمون بود اون صورت نگرفته و بنابراین کار ما تموم نشده و هنوز تازه شروع کارمون هست. یعنی میخوام اشاره بکنم که در پیوند با حرفتون که سازمان یا مسعود رجوی در واقع چنین تفکری رو داشت در سال 1358 و اساساً معتقد بود که روی انقلاب 57 باید یک انقلاب دیگه‌ای صورت بگیره، منتها دیگه جایگاه و پایگاه اجتماعی آنچنانی برای مجاهدین یا به طور مشخص برای مسعود رجوی وجود نداشت که بتونه این کار رو در اون مقطع انجام بده، که البته در گام بعدی یعنی در سال 1160 اون قدم رو هم بر میداره. بله بفرمید. بله ببینید، خب گفتم که بلاد شخصیتی مسعود رجوی در مقابل یک عملی انجام شده قرار میگیره، آدمایی رو که ایزوله میکرده تو زندان، آدمایی رو که بهشون برچسب میزده که شما راست ارتجایی هستید. خب ببینید، مثلا یه طیف زیادی از زندانیان سیاسی زمان شاه که به حزب مؤتلفه وابستگی داشتن یا شخصیت منفردی بودن توی وقایع تاریخی وجود داره که از زندان شاه آزاد میشن و در واقع یک توده‌ای هم میاد توی جلسه، تو همون جلسه که ساواک ضبط میکنه اون فیلمو، سپاس شاهنشاه میگن. خب تو این جمع آدمای مثل لاجوردی هست، مثل کروبی هست، مثل اسکلرادی هست، مثل فرج الله حیدری هست، خیلی از آدمایی که توی حکومت سال 1357 جز افراد خیلی مؤثری بودن. خب سازمان مجاهدین نمی اومد مثلا با این پدیده که سال 55 بوده، این واقعی که خب یه عده‌ای از زندانی‌ها
حالا خودشون میگن که ما فکر میکردیم که بریم بیرون بهتر بتونیم کارمون رو پیش بریم. حالا اگه قراره بگیم که آقا مثلا فرسن آقا ما اینجا اشتباه کردیم فلان، ما میگیم اشتباه کردیم میایم بیرون. توی این خاطرات آقای اسکرولودی هستش که میگه که حتی ما در این زمین از یک آیت الله آقای میلانی از مشهد استفتا کردیم که پرسیدیم که آقا اگه ما این کارو بکنیم خوبه، ما فکر میکنیم بیرون بیاییم بهتر شده. اون گفته که آره اگر میتونید شما این کارو بکنید و یک امتیاز ویژه مثلا به حکومت شاه ندید چرا که نه، بتونید بیاید بیرون. خب ولی جدا از واقعی که شکل گرفته، ولی برخورد سازمان مجاهدین با این موضوع برخورد ترورگونه است و تمام شخصیت آدمایی که تو این جریان بودن خب ترور شخصیتی میکرده توی زندان. خب و خب وقتی هم که بیرون میومده این خط رو ادامه میداده، هم به موازاتی که این ادامه میداده، ولی خب اونا رفته بودن یکیشون شده رئیس زندان اوین، یکی شده دادستان شده، یکی نمیدونم فلان وزیر شده، یکی فلان عضو شورای انقلاب شده. خب مسئول جایی مونه دستش خالیه. این نکته که شما اشاره کردید که این که انقلاب سال 57 ناقصه، این البته تو سخن من چون این مطالعاتی کردم در تو با این بحث مجادله خلق از تهران تا تیرانا، این هست سخنرانی خود مسئول رجوی است که میگه که این انقلاب سال 57 ناقصه مگر این بشه این بشه این بشه. خب این بشه این بشه چیزایی بوده که نیروهای میگفت نیروهای انقلابی در واقع قدرت رو به دست بگیرن و و و. خب اینجا خمیرمایه و پایه اصلیه که در واقع مبارزه با حکومتی که حالا با درست نادرست صحیح ناصحیح چقدر حق بوده چقدر حق بوده، ولی خب این یه واقعیت تاریخیه. ما که نمیتونیم بگیم نه، انقلاب سال 57 با رهبری آیت الله خمینی پیروز شده و موج تظاهرات های صدها هزار نفره با به قول معروف سفارش و تأکید و درخواست او مردم به خیابان ها می اومدند. خب خب حالا این انقلاب صورت گرفته. مسئول رجوی اگر در واقع یک نیروی یعنی مریض نشده بود، خب توی زندان مریض شد. مریض به چه مفهوم ببینیم که آقا جون من خب من باید رهبری انقلاب رو به دست بگیرم. خب اگر با کمی صبر تحمل مدارا با این سردمدارای حکومت جدید گفتگو رو ادامه میداد، آیا به 30 خرداد 1360 و سرآغاز ترور و مبارزه مسلحانه مجدد منجر میشد؟ نمیشد، نمیشد. اینجاست که سوالی که شما کرده بودید میتونه اینجا موضوعیت پیدا کنه. اگه یه کسی مثل مسعود رجوی غیر از مسعود رجوی بود چی؟ شاید تو این دوران فاز سیاسی که توی فرهنگ مبارزه سازمان مجاهدین ما میگفتیم فاز سیاسی سال 1357 تا 60، یک فردی میومد که در واقع زیاد حریص نبود برای رسیدن به قدرت و یا عجله نداشت برای رسیدن به قدرت. خب شاید مسائل به اینجا نمیرسید، 30 خرداد 60 و آغاز نمیشد. اگه آغاز میخواست بشه با چند سال تأخیر آغاز میشد. تو این چند سال جامعه قوام میگرفت، در واقع مردم تمرین میکردن. سازمان مجاهدین اجازه نداد که مردم ایران تو اون فضای باز سیاسی تمرین کنن گفتگو رو، صحبت کردن، انتقاد کردن. نه، تو اون فضا همه یاد گرفتن به همدیگه حمله بکنن. اون دکه میذاش اون برم همون نوچه های آدم هایی که تو زندان بودن و ایزوله شده بودن، راست ارتجاعی غلب کرده، اونا حمله میکردن به دکه ها و میز نشریه مجاهدی که ما آدم ها پشتش سوار بشدیم که نوچه ها و آدم های حوادر مثلا مسعود رجوی بودیم که قرار بود که اون رهبری بشه. خب این تضاد و این مشکل از درون زندان شاه شده و ادامه پیدا کرده و
تمام وقایع سال 57 تا 60 رو اگه بخوایم بررسی بکنیم با این سر با این انگیزه شکل گرفته، شدت پیدا کرده و به نظر من هر من فکر نمی کنم چیزی جز این باشه که برای اینکه در واقع هر چه میتونن. خب شما دو تا نکته ای الان یادم اومد من خوبه در اینجا بگم چون بحث بنده ببینید شاید مثلا کسی بخواد ترس و وهمه داشته باشه که آقا خب شما چرا از آیت الله خمینی تو این زمینه. ببینید به نظر من یکی از نقاط مهم تاریخی مهم مخالفت آقای خمینی با مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین در زمان شاه بوده که اینو اعلام کرده. خب به نظر من خب ببینید با هر انگیزه که آقای خمینی این کار کرده به نظر من این یک گام نشون میداده که از منظور رجبی جلوتر بود، از سازمان مجاهدین جلوتر بوده، چون جامعه رو میشناخته. مثلا در هر صورت نه اینکه جامعه رو اون جامعه سنتی که در واقع بهش تعلق داشته میشناخته، در صورت یک به واقعیت تجربه نشون داده نزدیکتر بوده. الان شما تمام فعالین سیاسی زمان شاه رو اساس اونا که تو سازمان چریکا بودن، گروه های منفرد، افراد مستقل و سازمان مجاهدین، اینا رو همه رو ازشون سوال بکنید که آیا مرز مسلحانه درست بوده، همه میگن درست نبوده جز مسئول رجوی. یعنی جنبندی میکنن میگن که آقا درست نبوده و جواب نداشته و اون باعث اصلا پیروزی چیز نشده. بنابراین من فکر میکنم که وقایع تاریخی که بعد از سال 57 تا 60 به وجود اومده نشأت گرفته از یک خطی بوده که آقا جون باید زودتر این رهبری به سرقط رفته به صاحب اصلیش که مسعود رجعی باشه برگردانده شود. شما برید اطلاعیه دادستانی انقلاب رو در سال 1359 یه اطلاعیه فکر کنم 8 ماده‌ای 10 ماده‌ایه که وقتی خمینی به مجاهدین اطلاعیه میدن که مثلا ما به قول معروف در واقع توی یه سخنرانی عمومی آقای خمینی میخواد که مجاهدین سلاحاشون رو زمین بگذارن، مجاهدین مثلا میگن که خب اگه اجازه بدید ما با هوادارانمون خدمت شما برسیم، منظور یه تظاهرات اون شکلی برسیم، گفته خب شما اول بگید سلاحتون باشه باز کمال همه مثلا میکنم. یا اطلاعیه 8 ماده‌ای دادستانی انقلاب خیلی سریع اشاره میکنه همه گروه های سیاسی آزادن تا مرز مبارزه مسلحانه، کسایی که سلاحاشون رو تحویل بدن آزادن هر گونه فعالیت سیاسی میخوام بکنم. میخوام بگم که ببینید همون دادستانی که الان در واقع اگر اصلا به مسائل سیاسی و آزادی های سیاسی یه جور دیگه نگاه میکنن، شما اون اطلاعی دادستانی رو با اطلاعی دادستانی که حالا هر کسی که هستی امروزه بذارید بقل ها چقدر تفاوت هست؟ خب اون تفاوت رو کی ایجاد کرده؟ یک سهم حکومت بوده، یک سهم اصلی و بسیار عمده رو سازمان مجاهدین داشته به اون مسئول رجوی که جامعه رو به اون سمت هدایت کردن دیگه، برای که رهبری انقلاب به سرقت رفته رهبریش غصب شده و باید به صاحب اصلیش که مسعود رجوی باشد برگردانده شود. این به نظر من خمیرمایه کل بحث های 357 تا 60 تا آغاز مبارزه مسلحانه. اگه شما نکته دارید، سوالی دارید تو این چارچوب که من فراموش کردم بفرمایید آقای فیروز. خب آقای صبحانی، با توجه به این که شما در واقع مبارزه مسلحانه و استراتژی که سازمان تدوین کرده بود و بعدها مسعود رجوی
به اون شکل بعد از خروج از زندان در ایران عمل کرد و در واقع این مسیر رو گسترش داد و ابعاد بسیار متفاوتی رو بهش داد. به نظر شما آیا این شالوده فکری، یعنی اون چکیده جنگ مسلحانه و انتخاب مشی مسلحانه، محصولاتی هم برای خلق و جامعه ایرانی داشت یا نداشت؟ و اگر داشت میشه تعدادی از اون محصولات سازمان مجاهدین برای مردم رو تشریح کنید؟ باید من همونطور که تو پاتر قبلی گفتم، در واقع خب درسته سال فاصله بهمن 57 تا خرداد 1360 سازمان مجاهدین عملیات مسلحانه انجام نداد، ولی تفکر را داشت. در واقع به نوعی اشاره کردم دیگه، مبارزه مسلحانه در سازمان مجاهدین یک استراتژی یا خط مش نبود، در واقع ایدئولوژی این سازمان شده. هر پدیده ای که اساسا نه فقط سازمان مجاهدین بخواد مبارزه مسلحانه رو به عنوان یه روش دنبال کنه و ادامه بده، این خود به خود میشه همه وجودش. بنابراین با این فرهنگ، با این ایدئولوژی مسلحانه و خشونت لبنان 57 تا 60 رو طی کرد. در با چه هدفی؟ توضیح دادم، با این هدف که رهبری انقلاب به سرقت رفته و این باید به صاحب اصلی که مسعود رجوی هست برگردانده شود. با این نگاه سال 57 تا سال 60 شد. اما در مورد سوال شما، خب این محصولی برای مردم ایران داشته؟ به نظر من تمام محصولات این اندیشه و ایدئولوژی همه منفی بوده. شما اگه اجازه بدید من یه بررسی کوتاهی اون بعد از 30 خرداد 60 رو آغاز بکنم. اولا که مبارزه مسلحانه رسما سازمان مجاهدین 28 خرداد 60 شروع کرد. اطلاعیه شماره 28 سازمان مجاهدین در واقع در پوش این که به برادر مجاهد مهدی ابریشمچی نمیدونم حمله شده، به خانهش حمله شده، از این به بعد ما دیگر مسلحانه از خودمون دفاع میکنیم. این در واقع چیزی بوده که از 28 خرداد اعلام شده بوده و 30 خرداد 60 هم شما خودتون موقع بودید، منم بودم، در سطح بسیار بسیار جزئی اهداف اون تظاهرات توضیح داده شده بوده و بسیاری از افراد اساسا نمیدونستن منظور سازمان مجاهدین از 30 خرداد 60 چه خواهد بود. البته عملکرد حکومت هم در شکل گیری این بسیار موثر بوده. شما مثلا فرضاً 10 تا از این دخترهای نوجوانی که عکسشون تو روزنامه اطلاعات بعد از 30 خرداد 60 زده شد بدون که اسمشون رو گفته باشن اعدام شدن، خب این تو همون چرخه خشونت معنی پیدا میکنه، همون چرخه ای که در واقع همون آدمایی که تو زندان ایزوله شده بودن، تحقیر شده بودن، حالا در مسند دادستانی بودن، در مسند تصمیم گیری بودن، در مسند قضاوت بودن و شاید از نگاه خودشون هم میگفتن که خب ما میتونیم چند پله بعد اهداف سازمان مجاهدین رو بخونیم، پس بنابراین از همه الان سرکوب رو شروع میکنیم. خب این بالاترین خطای حکومت در اون موقع بود که در واقع در این چرخه خشونت وارد شد و این چرخه خشونت ترور اعدام ادامه پیدا کردش. بنابراین و مثلا یکی از شما الان محصولی که مثبتی که نداشت، ولی یکی از عوارض که برای اصلا تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی بدون ما که اعضای سازمان بودیم اون موقع خبر نداشتیم که هدف از 30 خرداد 60 و بعدش چی هست، ولی سازمان‌های سیاسی دیگه که اساسا هیچی، سازمان چریکا، اقلیت، اکثریت، رای کارگر، پیکار، نمیدونم امت، گروه مذهبی، نمیدونم رنجبران، چه خبر رد. خود دکتر برنی سعد که در اون مقطع در واقع محور اون مبارزه، در واقع شعار و اون محور
کارزار سیاسی و خیابانی بود که مسعود رجوی دنبال میکرد تا 57 تا 60، که بحث لیبرال ارتجا با باید بحث در واقع باید سمت لیبرال ها به نفع لیبرال ها کار بکنه تا ارتجا بره پایین سقوط بکنه در واقع به زیر کشیده بشه. اون موقع ما رهبری انقلاب رو میگیریم خودمون. لیبرال ها کسانی نیستن که بتونن برای ما تهدید باشن. بر اساس همین موضوعی که شما ببینید مثلا شورای ملی مقاومتی رو که یکی از همه تحریف های تاریخی که وجود داره باز الان سازمان مجاهدین خلق فعلی، اساسا شما برید تو تاریخچه‌اش، تو کتاباش، توی روزنامه‌هاش، توی سایتاش نگاه بکنید، شورای ملی مقاومت رو میگه مسعود رجوی تشکیل داد، در صورتی که اساسا شورای ملی مقاومت رو اولش تحت عنوان پیمان میثاق مسعود دکتر بنی صدر نوشته، خطاب مسعود رجوی نامه رسمی داره که به عنوان نخست وزیر از مسعود بنی صدر سوال میکنه به عنوان رئیس جمهور آیا این مسائل ما پیش ببریم نبریم. در واقع یعنی ببین اگر نگیم مؤسس اصلیش در واقع بنی صدر بوده، ولی حداقل یکی از مؤسسین شورای ملی، ولی سازمان مجاهدین تحریف میکنه، اصلا حذف میکنه، تو یک کسی میخونه اصلا نمیفهمه چیه. تو همون پروازی که بعد از فرار کردم مسعود رجوی با دکتر برنستد تهران و اومدن پاریس، خب شما نقش مهدی افتخاری رو ببینید تو اونجا چی بوده، ولی تحریف میکنن واقعی تاریخی رو. برابر این اصلا شما در داستان پرواز و بزرگ که میگفتش اصلا چیزی به نام مهدی افتخاری وجود نداره دیگه، فرمانده فتح اللهی وجود نداره. خب ایزن برگردی به بحثمون، خب 30 خرداد 1360 شروع شده، خب این همه نیروها و احساب اساس منوی سیاسی در مقابل یه عمل انجام شده قرار گرفتن. اگه سازمان مجاهدین خودش رو برای بعد از 30 خرداد 1360 آمادگی های نظامی، امنیتی، پایگاه های تیمی، مخفی اینا رو مهیا کرده بود، سازمان های سیاسی دیگه که نکرده بودن. بالاترین ضرباتی که سازمان های سیاسی دیگه خوردن مقصرش کی بوده؟ اونا که نمیخواستن وارد مبارزه مسلحانه بشن، اونا که نمیخواستن غلظت فضای سیاسی امنیتی اونقدر شدید بشه همه رو دستگیر بکنه حکومت، خب اونا که دستگیر میشدن تقصیر با کی بوده؟ خود اون سازمان ها و احزاب سیاسی میخواستن به فضای بعد از 30 خرداد 1360 برگ بیان؟ خب سازمان مجاهدین فقط برای خودش تصمیم نگرفت، برای همه مردم به جای همه مردم تصمیم گرفت. فاز سیاسی، مبارزه سیاسی، تمرین دموکراسی، هر چی که بخوایم اسمشو بذاریم رو بست. سازمان های سیاسی ازش دستگیر شدن، مجبور شدن آواره بشن و و و و. خب بعد از 30 خرداد 1360 چی کار کرد سازمان مجاهدین؟ ترورهای کور رو آغاز کرد، نمیدونم هر کی دم دستش میرسید ترور میکرد. اما خب من مایل هستم که به دو تا موضوع، یعنی تمام ترورهای سیاسی که سازمان مجاهدین چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب انجام داده، به نظر من یکیش یه جایگاه ویژه پیدا میکنه و اون دفتر حزب جمهوری هستش. در واقع شما میدونید که مثلا سازمان مجاهدین یک ضدیت ویژه با دکتر بهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی داشت، به دلیل اینکه تفاوتی قائل بود بین این آخوند و روحانی با آخوندها و روحانیهای دیگه. آخوندی بود خلاصه تحصیل کرده بود، با هم حوزوی بود هم دانشگاهی بود، سالها توی آلمان زندگی کرده بود، با غرب آشنا شده بود، تفاوت اساسی داشت با، یعنی اینو تشخیص داده بود. به نظر من در واقع توی بحثای سازمان هستش که در واقع بعد از 30 خرداد 1360 میگه که بیاینده کردن، یک سری از ترورهاشو تحت عنوان بیاینده کردن رژیم نامگذاری کرد. شاید بشه گفت تنها تروری که توی این چارچوب نه به لحاظ ماهیت درست باشه، به لحاظ تاکتیکی در اون
تاکتیکی که سازمان مجاهدین دنبال شد میگنجید و در واقع شما فرض دارید که بهشتی ترور نمیشد و میبود. جایگاه به اصطلاح مناسبات سیاسی اجتماعی داخل ایران در درون حکومت به این شکلی که بودیم پیش نمیرفت و خیلی به اصطلاح شاید تفاوت میکردش. بنابراین از این زاویه من فکر میکنم ترور دکتر بهشتی و حزب جمهوری در واقع خیلی خیلی بسیار مهم و هدفدار و تأثیرگذار بود توی آینده. ولی بقیه ترورایی که سازمان مجاهدین کرد، حتی به اصطلاح دفتر انفجار دفتر نخست وزیری، دفتر در 8 شهریور و ترور و کشته شدن لاجوردی و کشته شدن آقای رجایی و آقای باهنر، هم اینها در واقع اون تأثیر استراتژی که داشت چه برای حکومت چه برای خط مشی سازمان مثل کشته شدن بهشتی نبود. و از اون نظر میشه اون ترور دفتر حزب جمهوری رو به اصطلاح یک تروری در راستای واقعی، نه حقیقی نه درست، در راستای، یعنی به لحاظ محتوایی من از بحث هم نیست، به لحاظ تاکتیکی در راستای اون هدفهایی بود که سازمان مجاهدین برای بعد از 30 خرداد 60 برنامه ریزی میکرد و این تنها هدف بود. وگرنه اکثر ترورهایی که بعد از سال 30 خرداد 60 انجام داد تا که تا اواخر 61، خب ترورهای کوری بود که به اصطلاح چه بقال رو میزد، چه سبزی فروش رو میزد، چه حالا یه نماینده مجلسی رو میزد، چه امام جمعه رو میزد. خب مثلا فرضاً ترورهایی مثل دیگه، فرضاً ترور دستخیب امام جمعه شیراز یا اسدالله مدنی امام جمعه تبریز یا توی کرمانشاه و جاهای دیگه، اینها در واقع بیشتر در واقع خون و خونریزی بود، هیچ هدف استراتژیکی درش وجود نداشت، کور بود. ولی به نظر من ترور بهشتی از نگاه سازمان مجاهدین در اون برنامه ریزی سازمان مجاهدین کور نبود و از نظر خودش درست انجام شد، چون در واقع مهره‌ای بود که دکتر بهشتی از نظر سازمان مجاهدین به طور واقعی هم همین بود توی آینده زمامداران جمهوری اسلامی، خب تأثیر بسزایی داشت. اما من میخوام یه نتیجه گیری هم بکنم. ببینید، چون ما اشاره کردیم که رجوی مریض بود توی زندان شاه، مریض چی بود؟ مریض توهم بود، در واقع متوهم بود و رویا داشت و خوابهای شبانه میدید که آقا جون من رهبری انقلاب مال مجاهدینه، مجاهدینم که منم رئیسش هستم، بس من رهبری این انقلاب رو دارم، ولی سرقت رفته، ما باید اینو، این انقلاب به سرقت رفته رو باز پس بگیریم. ببینید شما این دوتا تروری که ما داریم اشاره میکنیم در شهریور، 8 شهریور یا 7 تیر 60، ببینید خب اینا کاری نبوده که بس، یعنی پس قشنگ برنامه ریزی شده بوده افراد نفوذ کنن، بمونن، آمادگی پیدا بکنن برای این موقعیت. پس در واقع چیزی نبوده که بگیم که حکومت اینا رو به این نقطه، حکومت کمک کرده اینا به این نقطه برسن. از نظر من بدام افتاده خب به این نقطه برسه، ولی اون که جامعه رو به اون نقطه رسونده به نظر من مسعود رجوی بوده، چون از قبل برنامه‌ریزی شده همش. خب تو نمیتونی یه نفوذی رو بگذاری اونجا کار بکنه برای چی؟ برای چه موقعیتی؟ برای چه موقعی؟ خب این به نظر من، خب خود این ترورهای دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری به قول معروف فکتای مشخصه که سازمان مجاهدین از قبل میخواسته به این نقطه برسه. 30 خرداد 60 رو همون بهمن 57 انتخاب کرده بوده، اینطوری نبوده که خود به خودی برسه. اگه مردم نرسیدن تقصیر مردم هم. اگه سازمان های سیاسی نفهمیدن، دستگیر شدن، زندان شدن، اعدام شدن، تقصیر خودشونه.
من باید رهبری به این انقلاب سرقت که رفته رو زودتر به دست می آوردم. دو تا توضیح هم دارم در رابطه با، چون خب بعضی از گزارش هایی که وجود داره که در رابطه با عملین ترور، یکی مامورز کلاهی در رابطه با دفتر حزب جمهوری، که مسعود کشمیری که گفته میشه هر دو تا مثلا در واقع از سازمان منتقد بودن، منفعل بودن، ایزوله بودن. در رابطه با مامورز کلاهی این درست بوده، پوشش سازمانی از سوی او برداشته شده بوده، دورا دور بوده و تفاوت بوده. حالا خوبه اینم آدم بحث بکنه، شما میتونی آقای فیروز با کمک بکنی تو این بحث. شما فکر بکنید مامورز کلاهی، من باورم اینه که خود مامورز کلاهی هم نمیدونسته که داره چی کار میکنه، یعنی عمق موضوع رو نفهمیده که چی هستش. مسعود کشمیری میدونسته ها، ولی مامورز کلاهی نمیدونسته. کار سیم کشی بوده، برقکار بوده، دانشجو برق بوده، داشته کار رو میکرده. و این که آیا اون تو اون کیفی که میگذاره اون مواد انفجاری چقدر بوده، چقدر این موضوع، شاید به مامورز کلاهی گفته آقا جون یه بمب صوتیه، وحشت ایجاد میکنه. یعنی ما که توی سازمان مجاهدین بودیم و اصل مخفی کاری رو میدونیم، اصل به قول معروف حد اقل اطلاعات باید داشته باشه فرد رو میدونیم، خب معلومه که مامورز کلاهی از نظر ما نمیدونسته عمق ماجرا چیه. البته مسعود کشمیری شاید میدونسته به دلیل جایگاه، چون مسعود کشمیری جایگاه تشکیلاتی داشته. مسعود کشمیری برخلاف اون چیزی که بعضی از اعضای جدا شده من شنیدم گفتم دیدم یعنی خوندم، به قول معروف تحت پوشش سازمان بوده، تشکیلاتی بوده، تا آخرین روزها هم بوده و هیچ کم بودی نداشته. البته خب مثل سایر افراد خیلی رند و تو دست نبوده، ولی اینطوری نبوده که در حصار کار تشکیلاتی بوده، ولی مامورز کلاهی نبوده. کمان که رفته بوده زندگی شخصیش رو میکرده. صحبت مسعود کشمیری شد، بعد دو تا خاطره رو براتون بگم. از یه بار توی جلسه بود که بحث انقلاب دوشیک و طلاقای اجباری شروع شده بود و همه باید خانوما و آقایون از هم دیگه طلاق میگرفتن. خب یه نکته بسیار جالب، این نشست رو ابراهیم زاکری کاکساله معروف با این مهوش سپهری در واقع هدایت میکردن، لایه شورای مرکزی تون جمع بودیم توی بدیزادگان. این مسعود کشمیری که در اون موقع باعث موسار باقر چیز بودش، پاشتون جلسه با کمال سادگی، یعنی در واقع حالا سادگی بگیم یا نمیدونم خام خیالی بگیم، گفتش که نه من فکر نمی کنم که اصلا باید طلاق بگیریم. بعد یه دیگه خندیدم و بعد گفتم پس منصور چیه، چیکار باید کرد؟ اون ابراهیم زکریا سپهری گفت که آقا من فکر بکنم که باید اتفاقا هی بیشتر بچه دار بشیم، ازدواج کنیم بیشتر بچه دار، یعنی تولید مثلمون رو زیاد کنیم. اگه فرض هر خانواده یه دونه داره بشه 4 تا 5 تا. من تو زندان که بودم، تو زندان سازمان بودم، وقتی به گفته های این فکر میکردم گفتم بابا این اتفاقا عقلش بیشتر از مسعود رجایی میاد. اگر جمعیت سازمانی با همین روش، اگر به جای حرف اینو گوش کرده بودن، به جای 4-5 هزار تا الان شده بودن 20 هزار تا. در واقع اینم یه نکته بود که این چیز کافیه. یک نکته دیگه هم که در بود ما مسعود کشمیری هست اینه که خب ما موقعی که توی حفاظت مسعود رجوی بودیم، یک موقعی یک نشستی رو فهیم اروانی، اون موقع مسئول اول نبود دیگه ولی شده بود مسئول بالای حفاظت و دفتر مسعود رجوی بود، یه جلسه رو افراد حفاظت رو جمع کردش و گفتش که ما اینجا هم از رهبری کم گذاشتیم. حالا داستان چیه که کم گذاشته شده؟ خب اگهتون باشه اون موقع مثلا توی سازمان نیروهای عراقی رو می آوردن، آموزش نمیدونم سلاح‌های مختلف، نمیدونم توپ، کاتیوشا، سلاح‌های سبک، رزمی انفرادی و می دادن.
آقای برباری میگفت ما همه رفتیم آموزش های ستادی فلان نیروهای عراقی اومدن آموزش دادن، ولی ما از رهبری و حفاظت رهبری هم اینجا کم گذاشتیم. بنابراین ما میخواییم که چیکار بکنیم؟ میخواییم یک کلاسی رو همونطور که مثلا افسران عراقی اومدن نمیدونم بحث سررشته داری ترابری و و و همه رو به نیروهای سازمان آموزش دادن، بحث حفاظت آموزش حفاظت رو هم اینا به ما بدن. چرا که خب صدام حسین تنها رهبریه که تو منطقه این همه دشمن داره، آمریکا، ایران، نمیدونم سوریه که حزب بعث سوریه خب مخالف حزب بعث عراق بود و و و و اون موقع اتفاقا فکر کنم که این انور سادات هم ترور شده بود، فیلماشو نشون دادن و در واقع میخواست بگه که خب این یک دلیلی داره، یه پتانسیلی به لحاظ فنی وجود داره که این صدام حسین تا حالا ترور نشده. پس برای ما این آموزشو باید این تجربیات رو بگیریم که 20 نفر رو انتخاب کردن از اون جمع که خب خود علیرضا باباخانی بودش، علیرضا صدر حاجت جوادی بود، جلیل فقید اسفولی بود، من بودم، این آقای مسعود کشمیری بود، این مسعود خداونده خودمون آقای توی بچه های جدا شده توی اینترلینک بود، عبدالله استواری که الان تو آلبانی بود بود، این مسعود دلیلی بود، بعد یه داداشی داشت به سری داشتش این اکبرزادگان خواهرزاده مهدی اربشمچی بود، محمد اکبرزادگان که میگفتن بهش که خیلی توپال و چاق بود و اینا. خلاصه که ما رفتیم اون آموزش رو دیدیم. اون موقع مسعود کشمیری باقر در واقع چی بود؟ خیلی هم سرحال بود و البته خب تو تیم حفاظت کارش چی دیگه بود؟ رابطه نیروهای حفاظت بود، ستاد حفاظت بود با مسعود، با نیروهای عراقی و کارهای صنفیشون رو انجام میداد. اون موقع ها میشد احساس کرد که خب اون جایگاه گذشته رو نداره، ولی خب من چون به شخص باش بلاد شخصیتی چهره بچه خیلی باش برخورد کردم و صحبت کردم، واقعا اون پیچیدگی که مثلا تو اذهانمون وجود داره که این آدم این کارو کرده واقعا بلاد شخصیتی نداشت و اون سازمان بود که در واقع میتونست این مهره ها رو چیکار بکنه، به اون نقطه برسونه و خب جایگاه کمی نداشت مثلا کشمیری. حتی توی زمانی که قبل از اینکه بیاد تو شورای امنیت، در واقع شورای امنیت که مال دفتر نخست وزیری بود، توی نیرو هوایی خب بسیار از اسنادی رو که اون موقع سعادتی که در واقع روسیه میخواستش، خب اسنادی که اون موقع تو نیروی هوایی بود اسنادی بود که تمام مال CIA بود، در واقع سیستم آمریکایی بود دیگه، ارتش آمریکایی بودش، چیزایی بود که روسیه احتیاجش، که در واقع بسیاری از این اسناد رو که بود بلند کردن به همین ترتیب بردن دادن به از طریق سعادتی به چیز. ما بحثمون اگه بخوایم ادامه بدیم در پیرو سوال شما، به نظر من آینده هم روند ادامه کار سازمان هم از این مقطع مقطعی بود که در واقع سیر سقوط نمایان شد و که با شکل گیری سال 1364 و ازدواج مسعود رجوی با مریم رجوی، طلاق مریم رجوی از مهدی ابریشمچی، از این مقطع است که ساختار فرقیارانه غلیظ میشه، شدت پیدا میکنه، که میتونیم انشالله بزنیم توی فرصت های بعد اگه ایسی بودی تا اینجاها بحث رو ببندیم. اگه شما سوالی هست بفرمایید، در خدمتتونم. بله آقای صبحانی، من یک در واقع سوال شخصی از خود شما دارم. با توجه به این پروسه‌ای که در واقع نقل کردید، چه از خاطرات خودتون و چه از بینشی که نسبت به گذشته سازمان از بدو تأسیسش داشتید و نه به عنوان کسی که عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین بوده و سالها با مجاهدین همراه بوده، به عنوان یک شخص اجتماعی با بینش امروزتون، اگه برگردیم به اون گذشته ها، آیا شما همچنان
تمایل دارید و میخواهید به این سازمان بپیوندید و اگر آره به چه دلیل؟ خواهش میکنم تو این رابطه اگه ممکنه به طور مختصر بفرمایید. والا من اینو فکر کنم اینطوری بتونم پاسخ بدم که موقعی تو زندان فردی سازمان بودم خب شرط بسیار سختی بود. بعض وقتا تو تنهایی حتی به گذشته که فکر میکردم، خاطراتم، زندگی شخصیم، سیاسیم، فرصتهایی که از دست رفتم، حتی عشق میریختم تو تنهایی با خودم. اکثرا یاد یه جمله از پدرم میافتادم. پدرم با اون والا فرهنگ و ادبیات و خلاصه اون رسوماتی که شکل گرفته بود به من میگفتش که هموقعی که من خیلی فعال بودم تو فاز سیاسی و آغاز فاز نظامی، میگفتش که محمد جان خیر الامور اوسط کن. حالا با اون زبان عربی یعنی در واقع بهترین مسیر اینه که آدم میانه باشه. میگفت نه اینقدر تند برو، نه اینقدر نمیدونم چی برو. در واقع من رو به این شکل نصیحت میکرد. باور میکنید من توی زندان سازمان که بودم وقتی یاد این حرف میفتم میگفت بعد از 20 سال تازه من میتونم معنی این جمله رو بفهمم که آدم باید آروم باشه، نه تند بره، نه کند بره، کند حرکت بکنه، آهسته و پیوسته بره. در واقع من فکر میکنم که یک شعاری هست، من بالای سایت ایران قلم هم زدم، تفسیر آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف است: با دوستان محبت، با دشمنان مدارا. من فکر میکنم که در واقع هر چیز غیر از این در واقع نه، حالا بازم بگیم هر چیز غیر از این، من فکر میکنم که باید به این شکل به مسائل حل و فصل مسائل جامعه اینطوری نگاه کرد. مسائل سیاسی اجتماعی چیزی نیست که یک شبه حل و فصل بشه. بنابراین در پاسخ به سوال شما اساسا نه، من به هیچ عنوان وارد سازمان مجاهدین و همکاری با سازمان مجاهدین نمی شدم. برای خودمم مهمترین دلیلش اعتقاد این سازمان به مبارزه مسلحانه بود و خودمم در واقع بیشتر تحقیق و پژوهشی که تو این دوران که از سازمان جدا شدم کردم حول این موضوع بوده و برای من خیلی موضوع برجسته است که به قول معروف این علت العلل همه مسائل هستش. بنابراین نه، من سمت و سوی سازمان مجاهدین نمیچرخیدم، نه اینکه فعالیت سیاسی نکنم، فعالیت سیاسی میکردم ولی دیگه با رویکرد انقلاب نه، با رویکرد سرنگونی نه. یادش بخیر یک بار ما رفته بودیم پیش آقای پروفسور نراقی توی پاریس، بعد رفتیم پیشش نشسته بودیم صحبت میکردیم، تعدادی از دوستان دیگه هم بودن. بعد من گفتم آقای نراقی شما زمان شاه با میگن، حالا من نمیدونم ولی میگن شما با دفتر فرع همکاری میکردین، الان هم با جمهوری اسلامی در واقع مخالفت خیلی چیزی ندارید، چه شکلی هستش این داستان؟ میگفت به این اساسا میگفت من با انقلاب مخالفم، چه شاه باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه بعدیه باشه، هر کی میخواد باشه، من با انقلاب مخالفم. از نگاه یه جامعه شناس مطرح میکرد که گفت که خب ما یک ساختمان بزرگی رو فرو بریزیم، اگه بخوایم هزینه هاش رو برآورد بکنیم و این رو دوباره بسازیم، همه اینا رو جمع بزنیم، اینها در واقع تازه اگر مثل اول بشه، اگر خوب بشه،
برابری اساسا به انقلاب اعتقاد نباید. من هم در واقع حالا خب بهشون گفتم که خب منم تو زندان شاه بودم، تو زندان سازمان بودم، به این حالا به این با این جمله بندی و تئوریزه کردن مطلبی که شما میگید نه، ولی منم چنین اعتقادی دارم، الانم چنین باوری دارم، اساسا با انقلاب مخالفم ولی با تغییرات و اصلاحات سیاسی اجتماعی تدریجی موافق هستم و راه حل دیگه هم جز تغییرات سیاسی اجتماعی جز این نمی‌بینم و هر چقدر که این مسیر تندتر بشه با شتاب بیشتری برای تغییرات سیاسی اجتماعی پیش بیاد، نیروهای به اصطلاح جامعه به سمت خرابی بیشتر پیش میره. امیدوارم که من تونسته باشم سوال شما رو جواب بدم. ضمن تشکر از شما آقای سبحانی و فرصتی که در اختیارمون گذاشتید. خواهش میکنم. من هم سپاسگزار هستم از جناب علی و بینندگان عزیز. خداحافظی میکنم. خب بینندگان عزیز، به پایان این بخش از برنامه هامون رسیدیم. در 53 سال تولد سازمانی که با جنگ مسلحانه و مبارزه مسلحانه شروع کرد و مسیری که هنوز هم ادامه داره، اما نتیجه‌ای جز تنفر در بین ایرانیان از این سازمان و اعمالش در گذشته تا کنون ایجاد نکرده. به امید روزهای بهتر و روزهای خوش.